به نام خداوند خوبی ها، سلام و عرض احترام دارم نظر شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشیم در هر کجایی که قرار داریم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های سوادآموزی از طریق تلویزیون معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه سوادآموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که کدام نظر دارم که نظریات نیک و سازنده خود را با ایدی تلگرام که زیر نویس صفحه تلویزیون شما خوبان قرار میگیره بر ما ارسال کنم. و تعداد از بزرگانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم که درس ها را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم که از درس سوادآموزی عقب نمانم. عزیزان، قبل از اینکه ما و شما درس جدید شروع کنیم یک مرور کوتاهی با هم دیگر داریم به درس گذشته که آیا شما کارخونگی یا درس گذشته را انجام دادیم، لغت‌ها را خواندیم یا خیر. میریم با هم دیگر یک مرور کوتاهی می داشته باشیم. عزیزان بیننده و سواد آموزان گرامی، اسمی که به جریان ما و شما در هر درس کارخونگی داریم بر علاوه از اینکه لغت‌ها به شما عزیزان نوشته میشه، توصیه میشه که شما عزیزان باید لغت های مشکل علابلای درس پاک نویس کنیم، برای هر لغت چندین مرتبه و چندین خط بنویسیم تا اون لغت ها هم قشنگ یاد گیریم که از هر درس کدام موضوعی مشکل نزد شما عزیزان باقی نمانه. و عزیزانی هم که در خانه، امید است که حتما کارخونگی ها شما چک کرده باشم و بر شما املا گفته باشم و شما راهنمایی کرده باشم. عزیزان میریم درس جدید خود شروع میکنیم. قبل از اینکه درس جدید شروع کنیم میشه که شما عزیزان کتابچه و قلم نزد شما موجود باشه، آماده باشیم که میریم درس جدید با همدیگر شروع میکنیم که از درس عقب نمانیم. درس خود شروع میکنیم بیننده عزیز. بازم عزیزان بیننده، به سلسله دروس گذشته ما و شما درس داریم، تمرین دروس کال عنوان این درس ما و شما هست داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام بیننده عزیز میخونیم، خوب متوجه باشیم که داستان بسیار آموزنده و پرمحتواییه. در گذشته پادشاهی ظالمی به نام نمرود در سرزمین عراق حکومت میکرد. او بت پرست بود و مردم را هم به بت پرستی دعوت میکرد. در آن زمان حضرت ابراهیم علیه السلام متولد شد. پدر حضرت ابراهیم علیه السلام آزر نام داشت. آزر بت تراش بود و بت می ساخت. اما ابراهیم علیه السلام بت پرستی را قبول نداشت، چون می دانست که این بت ها نمی توانند هیچ نفع و ضرری برسانند. دوباره می خونم عزیزان بیننده. در گذشته پادشاهی ظالم به نام نمرود در سرزمین عراق حکومت می کرد. او بت پرست بود و مردم را هم به بت پرستی دعوت می کرد. در آن زمان حضرت ابراهیم علیه السلام متولد شد. پدر حضرت ابراهیم علیه السلام آزر نام داشت. آزر بت تراش بود و بت می ساخت. اما ابراهیم علیه السلام بت پرستی را قبول نداشت، چون می دانست که این بت ها نمی توانند هیچ نفع و ضرری برسانند. عزیزان بیننده، میشه که از این سالات شما عکس بگیریم و یکی یاد داشت کنیم که با هم دیگر بریم ادامه داستان حضرت ابراهیم علیه السلام در سلاید های بعدی مطالعه کنیم. ادامه درس رو با هم دیگر میخوانیم. حضرت ابراهیم همیشه به جستجوی حقیقت بود و به آسمان، آفتاب، مهتاب و ستارگان فکر میکرد و میاندیشید، تا اینکه خداوند جل جلاله او را به سوی حق و ایمان راهنمایی کرد و پیامبری برگزید. حضرت ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت که به قوم خود بفهماند که به بیراهه می روند، تا شاید به خود آیند و از کفر و گمراهی که در آن قرار دارند دست بکشند. دوباره می خونم عزیزان بیننده. حضرت ابراهیم همیشه به جستجوی حقیقت بود و به آسمان، آفتاب، مهتاب و ستارگان فکر می کرد و می اندیشید، تا اینکه خداوند جل جلاله او را به سوی حق و ایمان راهنمایی کرد و به پیامبری برگزید. حضرت ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت که به قوم خود بفهماند که به بیراهه می روند، تا
تا شاید به خود آیند و از کفر و گمراهی که در آن قرار دارند دست بکشند. عزیزان بینید از این سلاید هم شما عکس بگیریم یا یکی یادداشت کنیم که بریم به هم دیگر سلاید بعدی بخوانیم. ادامه درس به هم دیگر میخوانیم. تا اینکه در یکی از روزها که مردم آن روز را عید میشمردند و برای تفریح و شادی به کوه و صحرا خارج از شهر میرفتند، در آن وقت بود که حضرت ابراهیم علیه السلام وارد بتخانه شد و تمام بتها را به جز از یکی شکستند و تبر را بر گردن آن آویخت. دوباره میخوانیم. تا اینکه در یکی از روزها که مردم آن روز را عید میشمردند و برای تفریح و شادی به کوه و صحرا خارج از شهر میرفتند، در آن وقت بود که حضرت ابراهیم علیه السلام وارد بتخانه شد و تمام بتها را به جز از یکی شکستاند و تبر را بر گردن آن آویخت. عزیز سلاید هم میشه که بینید عزیز عکس بگیریم که با هم دیگر بریم سلاید بعدی مطالعه کنیم. هنگامی که مردم به شهر برگشتند، دیدند که بت‌ها همه شکسته شده اند و از این حادثه حیران ماندند، چون به گفته ایشان خدایانشان از بین رفته بودند. مردم فهمیدند که شکستن بت‌ها کار ابراهیم است، چون ابراهیم بود که پرستش بت‌ها را عیب می‌شمرد و بدون ابراهیم کسی در شهر نبود و همه مردم خارج از شهر رفته بودند. دوباره می‌خونم. هنگامی که مردم به شهر برگشتند، دیدند که بت‌ها همه شکسته شده اند و از این حادثه حیران ماندند، چون به گفته ایشان خدایانشان از بین رفته بودند. مردم فهمیدند که شکستن بت‌ها کار ابراهیم است، چون ابراهیم بود که پرستش بت‌ها را عیب می‌شمرد و بدون ابراهیم کسی در شهر نبود و همه مردم خارج از شهر رفته بودند. از این سلاید هم عزیزان بیننده عکس بگیریم که بریم با هم دیگر موارد بعدی رو بخوانیم. ادامه داستان رو با هم دیگر میخوانیم. بنابراین پادشاه ظالم یعنی نمرود به کمک شیطان تصمیم گرفت که از ابراهیم انتقام بگیرد. به اطرافیان خود دستور داد تا آتش بزرگی را روشن کنند و ابراهیم را در آن بیندازند. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند، خداوند جل جلاله او را نجات داد و آتش را برای ابراهیم علیه السلام گلستان نمود و به سلامتی از آتش بیرون آمد. مردم با دیدن این معجزه باز هم ایمان نیاوردند. دوباره میخونیم. بنابراین پادشاه ظالم یعنی نمرود به کمک شیطان تصمیم گرفت که از ابراهیم انتقام بگیرد. به اطرافیان خود دستور داد تا آتش بزرگی را روشن کنند و ابراهیم را در آن بیندازند. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند، خداوند جل جلاله او را نجات داد و آتش را برای ابراهیم علیه السلام گلستان نمود و به سلامتی از آتش بیرون آمد. مردم با دیدن این معجزه باز هم ایمان نیاوردند. عزیز سلاید هم میشه که عزیزان بینید عکس بگیریم. بازم ادامه داستان به همدیگر میخوانیم. حضرت ابراهیم علیه السلام عراق را ترک کرد و به سوی شام هجرت نمود، به امید آن که شاید کسی در آنجا به او ایمان بیاورد. سپس از آنجا به مصر رفت و با بی بی هاجر ازدواج کرد و نتیجه ازدواج آنها فرزندی به نام اسماعیل بود. چندی بعد خداوند جل جلاله به ابراهیم علیه السلام دستور داد که با همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل به مکه هجرت کنند و
و آنان در آنجا تنها بگذارد. مکه سرزمین بی آب و علفی بود. ابراهیم علیه السلام دستور پروردگارش را اجرا کرد و همسر و فرزندش را در آن سرزمین برد و برگشت. دوباره میخونیم با هم دیگر عزیزان بیننده. حضرت ابراهیم علیه السلام عراق را ترک کرد و به سوی شام هجرت نمود به امید آنکه شاید کسی در آنجا به او ایمان بیاورد. سپس از آنجا به مصر رفت و با بی بی هاجر ازدواج کرد و نتیجه ازدواج آنها فرزندی به نام اسماعیل بود. چندی بعد خداوند جل جلاله به ابراهیم علیه السلام دستور داد که با همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل به مکه هجرت کند و آنان را در آنجا تنها بگذارد. مکه سرزمین بی آب و علفی بود. ابراهیم علیه السلام دستور پروردگارش را اجرا کرد و همسر و فرزندش را در آن سرزمین برد و برگشت. عزیز سلاید میشه بینیدوی عزیز عکس بگیریم، یکی یادداشت کنیم که بریم با هم دیگر سلاید بعدی. خب بینیدوی عزیز، ما و شما داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را با هم دیگر خواندیم، مطالعه کردیم. امید است که از این داستان چیزهای خیلی خوب و قشنگ و زیبا یاد گرفته باشیم و چی پند و چی نصایح بر ما بیان کرد. و همچنین درباره حضرت ابراهیم علیه السلام عزیزان بیننده، از لابلا از این درس هر آن چیزی که شما آموختیم یک داستان از پیش خود خود می نویسیم. هر چی که می دانیم به ارتباط حضرت ابراهیم علیه السلام عزیزان کارخونگی شمانه که شما باید بنویسیم و چندین بار این درس را تکرار میکنیم. لغت ها سخت، بازم یادآور میشم که از لابلای درس بیرون میکنیم و اونا را تکرار مینویسیم که لغت ها را هم قشنگ یاد گرفته باشیم. عزیزان بیننده، سواد آموزان گرامی، رسیدیم به پایان یکی دیگر از درس های سواد آموزی. امیدوارم که از داشته های برنامه استفاده کرده باشیم. تا درس بعدی، برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار شما عزیزان.